باز. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام تقدیم تمامی شما خوبان بیننده. آرزومند هستم همیتان خوب و صحتمند باشین و دور از گزند روزگار باشین. برنامه خودتان، برنامه سلامتی روزمره هم آغاز شد. تا یک ست برنامه که من فرشته خلیلی در خدمت شما عزیزان هستم. امید که تا آخرین لحظاتی برنامه مرا تعقیب و تماشا بکنین و از داشته های برنامه امروزی هم بتونین معلومات های طبی را کسب بکنین و براتون مفید واقع شود. خب عزیزان، موضوعی که ما امروز انتخاب کردیم و رویش که میخواییم بحث بکنیم در رابطه با مویروی و یا هم ریزش موی است که پیش بعضی از افراد این مشکل زمانی که پیدا میشه برشان بسیار نگرانی خلق میشه و یا هم بعضی از افرادی که پیشان ریزش موی به وجود میشه شاید فکر میکنیم بعضی از امراض است که امی خود ریزش موی پیشان به وجود میشه. یک ریزش موی چرا پیش یک فرد به وجود میشه و ما چرا، یعنی کدام کارهایی را انجام بدیم و چگونه راهکارهایی وجود داره که این مشکل از بین بره، روی از این موضوع بحث میکنیم و همچنان کدام علائم باعث از این میشه که پیش یک فرد ریزش موی و یا هم مویروی به وجود بیاد. و ما شما شاید از این هستین دوستای عزیز، بعضی از افراد هستن که به مرور زمان مویرویشان زیاد میشه، حتی باعث همو قسمت سرشان بخی مکمل مویشان از بین میره و باعث همو جلد سرشان اصلا موی نمیتونه که داشته باشه. روی از این موضوع بحث میکنیم و ای که خود غذاها چقدر میتونه رول داشته باشه و سبزیجات و میوه‌جات طبعا که همش ویتامین ها است، طبعا که این میتونه باعث ازی شود که پیش یک فرد برش مفید واقع شود و مفید باشه. خود میوه‌جات و سبزیجات هم طبعا که خودش میتونه که فایده داشته باشه برای جلد و موی ما. و بعض از دوستای ما هستن که از رنگ موی استفاده میکنه، خود رنگ موی میتونه که باعث ازی شود پیش یک دوست ما یا پیش یک فرد مویروی به وجود بیاره. روی از این موضوعات ما امروز بحث میکنیم دوستای عزیز و شما عزیزان هم میتونید که در برنامه تماس بگیرید. شماره تماس ما هست 0779-127-127 که دکتر صاحبه با خود داریم. فعلا هم در ازدحام کم بند ماندن، تا دقایق بعد میرسن در برنامه. و شما عزیزان هم میتونید که برنامه را از طریق فیسبوک هم لایف بیننده باشین، کامنت بگذارین و در رابطه با موضوع امروزی ما که ریزش موی است که شما هر سوال و هر مشکل در رابطه با این موضوع دارین میتونید که بر ما پیام بگذارین و کامنت بگذارین و همچنان میتونید که از طریق شماره برنامه ما که 0779-127-127 است شما تماس بگیرید و دکتر صاحب تا دقایق بعد میرسه و به سوال شما عزیزان هم پاسخ میده. خب دوستای عزیز، حالا هم یک وقفه میگیریم، بعد از وقفه ما را همراهی کنید. عزیزان دوباره برگشتیم، در ادامه برنامه سلامتی روزمره هستیم و سپاس از تمامی شما خوبان. عزیزان دکتر صاحب فعلا در برنامه با ما هستند، دکتر صدیق واصل معالج امراض جلدی و استاد دانشگاه که در رابطه با مویروی و یا هم ریزش موی امروز صحبت میکنیم. و شما عزیزان هم اگر سوال و یا هم مشکل دارین شما میتونین که به شماره تماس 0779-127-127 تماس بگیرین و دکتر صاحب به سوال شما عزیزان پاسخ میده. دکتر صاحب سلام، وقتتون بخیر. بخیر رسیدین. تشکر زنده باشین. سلام خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز شما. امیدوار هستم روز خوش آغاز کرده باشین. یک کم رابندی بود، ببخشید. بله بله. من یادآوری کردم دکتر صاحب، بر دوستا گفتم که ازدحام بود. بله. و از اون خاطر مشکلات راه است. از دیگه تو زندگی شهری گپا است. بله. خب دکتر صاحب شکر که بخیر رسیدین. امروز دکتر صاحب موضوعی که انتخاب کردیم در رابطه با ریزش موی و یا هم مویروی است. بله. که شما در نخست میشه بگوین که میفهم که مانده هم شدین، خسته هم شدین. خب در نخست بگوین که خود ریزش موی چگونه به وجود میاد و علت اصلیش چی بوده میتونه؟ آها، قبل از اینکه ما به سوال شما جواب بدم میخوام یک پیشگفتار در مورد موی داشته باشم. بسیار خوب. که موی چی است و چگونه به وجود میاد و بعد از اون با سر ریزش مو، سر امراض مو و سر مشکلات مو گپ خواهد زد. بسیار. موی شما میفهمید که از نظر حیاتی کدام وظیفه نداره، ولی که از نظر وجاهت و از نظر اجتماعی بسیار زیاد مهم است. بله. و موی از زمانی که طفل در جنین مادر است، یعنی از هفته نهم بارداری این تشکل شروع میشه. بله. و در قسمت های پشت لب، قسمت های سر، ابرو، مژه و همچنان دیگه قسمت ها تاسیس شروع میشه و تا موی ششم الی هفتم این موی تکمیل میشه. و بالاخره در زمانی که شخص تولد میشه یا طفل تولد میشه و در زمان زندگی دیگه بلم موی به وجود نمیاد.
یعنی تمام موی یا بسلی موی یا مو ریشه موی یا بلب موی در حیات جنینی تشکل میکنه. بله. یعنی در زمان حیات خارج رحمی که طفل تولد میشه و کلان میشه دیگه بلب موی یا بسلی موی دیگه تشکیل نمیشه. که بنابراین باید است که ما در مراقبت موی خود باید زیاد چی داشته باشیم، مراقبت داشته باشیم، یعنی حساس باشیم و توجه کنیم تا موی ما نگه داشته شوه و از بین نره و نفته و نریزه. بنابراین وقتی که موی اصلا ما در وجود خود سه رقم موی داریم که یکی مویای ابتدایی است. بله. موی ابتدایی است که در وقت زندگی جنینی یا در وقت عمل به وجود میاد و در ماه نوم این موی از بین میره. بله. و اگر این موی از بین نره و بانه به نام یک مرض به نام ترایخوز است به وجود میاره که این از نظر باز یک مرض تلقی میشه و ایجاب تداوی رو میکنه. دیگه مویای بدون ساقه است، بدون رنگ است، مغز نداره که در قسمت های احساس دیگه وجود است، مانند دست، پای، ساقه، ساق و همچنان دیگه قسمت ها. این مویا مویای بدون مغز است. و دیگه مویای ترمینال است که مویای ابروز، مویای ریش و بروت مرد است و همچنان موی سر است. که این مویا مغز داره، رنگ دانه داره و همچنان بسیار زیاد مقاوم است. دیگه سکل موی است که در زمان زندگی موی یعنی سه سکل ای تای میکنه. یکی رشد، دیگه بین المللی و استراحت و دیگه ریزش مو که به صورت نرمال در کل اشخاص وجود داره. بله. یعنی زمان رشد موی در یک قسمت ها بسیار طولانی است، مانند موی سر که بسیار طولانی است، حداقل میگن 1000 روز است. بله. که این در صفحه رشد میباشه. ولی قسمت های مثلا مویای ابرو، مژه یا دیگه قسمت هایی که مویای کوتاه میمونن اینا صفحه رشدشان بسیار کوتاه است ولی صفحه استراحتشان بسیار زیاد طولانی است. به می خاطر اینا کوتاه میمونن و دراز نمیشن. بله. و ریزش موی هم همچنان موی داخل همین سکل خود در انسان ها است که هم صفحه رشد خود داره و هم صفحه ریزش خود داره که هم رشد میکنه و هم ریزش میکنه که در حدود درست است دکتر صاحب تماس داریم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام. بفرمایید اسمتان، از کجا به تماس شدین؟ بفرمایید. از ولایت غزه به تماس شدین. همکارا صدایشون رو درست نداریم. بله. بفرمایید دوست عزیز. دکتر تو سوال داشتم. بفرمایید. سر مکر شده که موز جنم این قبل تغییر است؟ ما گرفتار هستم صبح باشین صدای شما. همکارا صدای شما. دکتر صاحب مثال مو موی نداره، می نیمش کال است، می نیمش موی داره. آدمی همین قابل تداوی است یا پس بشونه می میره؟ درست است. سوال دیگه نداری؟ تماسم قطع شد. دکتر صاحب باز سوال شما میشه که باز... شما بگوین سوال شما بردم. درست است. خب دکتر صاحب ادامه صحبتاتون باز در بخش بعدی باز ما بس سوال... خب ما گفتیم که یک تعداد مویا استراتش بسیار طولانی است، مثلا موی ابرو، قسمت مژه، این قسمت ها زیاد دراز نمیشه، این استرات طولانی دارن ولی رشد بسیار زیاد کم دارن. درست است. ولی موی سر گفتیم که ما متداوم هم صفحه رشد خود داره هم صفحه ریزش خود داره. که تقریبا در حدود 100,000 موی که در سر است 85-90% از در صفحه رشد است. بله. ولی 10-15% از همیشه در حالت ریزش می باشه. بله. که اکثر دوستای ما از این تشویش دارن که هر روز مویای ما می ریزه. بله. یعنی این به این نسبت که ما اگر ماسپه کنیم در حدود 50-100 تار موی روزانه از سر ما می ریزه. ولی این ریختن به این معنا نیست که دیگه موی نمیه. این که ریزش میکنه مفتش هر روز پس دوباره تلوجن یا موی نو در جایش میایه و رشد میکنه. و این ریزش موی اکثرا در بعض اوقات مانند شامپوز کردن وقتی سر خود میشن این اکثرا دو چند میشه. باز بسیاری ها ورخطا میشن میگن موی ما میره. ولی در صورتی که این ریزش موی بسیار زیاد از حد زیاد باشه و قابل کنترل نباشه و شخص احساس کنه که موی ما کم میشه، نازک میشه و خصوصا در خانم‌ها چون طول مویا اکثرا متفاوت باشه، در این صورت بازی ما به یک مرض موی تلقی میکنیم و ایجاب تداویر میکنه که باید پیش دکتر صاحب بره.
بله دکتر صاحب، آیا بعض از امراض باعث از این میشه که پیش یک فرد موی ریزی مثلا یا ریزش موی پیش پیدا بله. شود؟ ریزش موی اکثرا عوامل زیاد داره. یکی از او عوامل که بسیار زیاد مهم است استرس است. در نزد اشخاصی که استرس دارند یا افسردگی دارند موی روی به وجود میاد. همچنان امراض خانمایی که حمل میگیرند در زمان حمله‌داری و در زمان شیردهی و همچنان در زمانی که خانم به منیپوز میره یا مریضی ماورش ختم میشه یک تعادل هورمونی در این وجود به وجود میاد و بالاخره موی ریزش پیدا میکنه. ولی یک تعداد امراض دیگه هم هست مانند تایروید، هایپوتایرویدیسم، هایپرتایرویدیسم، این هم سبب ریزش مو میشه. و همچنان باز گرفتن دوا مانند پروپرانول، اچ دی بلوکر، متپرولول، ایزوترتونین، ایپارین، والفارین، اینا هم سبب ریزش موی میشه که اینا هم کسایی که میگیرن اکثرا ریزش مویشان دو چند میشه زیادتر میشه. و دیگه امراض مثلا گفته میتونیم امراض سرطان ها که میشه کیموتراپی بگیرن یا مثلا آب و هوا که تغییر کنه، گرمی زیاد، سردی زیاد، اینا هم میتونن سبب ریزش موی شه. و همچنان زندگی شهری، بیروبار، اینا هم خشونت ها، اینا کل سبب از این میشه که ریزش موی به وجود بیاد. دیگه ای که کمبود آهن. بله. کمبود آهن یکی از فاکتورهای تماس داریم. بله بفرمایید. بله صدای ما را دارین، بفرمایید. بله سلام. علیکم سلام، بفرمایید اسمتون از کجا به تماس شده این سوالتون رو بپرسیم. بله. میشنوم برادر، اسمتون از کجا به تماس شده؟ سوال تانه میشه بپرسین برادر عزیز؟ صدای تانم درست نمیه، جای تانه تغییر بدین. صدای ما را دارین؟ خب تماس قطع شد. پیدا رسولتان خب. دکتر کمبود آهن گفتیم یکی از فاکتورهای بسیار جدی است در موی کسایی که آهن خصوصا خانم ها، چون در هر ماه اینا تعادل هورمونی در وجودشان تغییر میکنند در وقت قاعدگی و همچنان یک تعداد آهن اینا از دست میتن. بنابراین کمبود آهن یکی از فاکتورهای بسیار جدی در ریزش موی است. ولی بدبختانه که وزارت معارف یک پروگرام امرای وزارت صحت عامه، اگر شما خبر داشته باشین، داشت که فولیک اسید امرای فیروس سلفات در مکتبات است، این دخترانه میداد. بله. اما یک تعداد سوی زنا در اونجا پیدا شده بود که این مچون دوایی است که خانم ها را از اولاد میمونند. یعنی اون در حالی که بسیار زیاد مهم است برای خانم ها گرفتن آهن و گرفتن فولیک اسید. یعنی یک دلیل اومدش دکتر صاحب میتونه باشه که خود کمخونی هم باعث از این میشه که ریزش موی وجود پیدا. دیگه اینکه تغذیه نامناسب، مثلا پروتئین کم گرفتن، چون خود موی یکی از تشکلش از پروتئین است و کراتین است و گرفتن نامناسب غذا، مثلا پروتئین در او کم باشه، تغذیه درست نباشه، حفظ صحت درست نباشه، یکی از فاکتورهای دیگه ریزش موی است. و دیگه همچنان باز خانم ها زیاد شخ میای خود بسته میکنن. بله. و همیشه این دیر باد شانه میکنن. مثلا یک هفته میمونن، یک هفته هر روز که شما اگر 50 تا مویتون ریزش کنه در یک جای شوه و یک هفته بعد شما مویتون باز کنین و شانه کنین، من یقین دارم که در حدود 500 موی میره. وقتی که رفت اینا باز استرس پیدا میکنن که ولی موی ما، در حالی که این موی روی یک موی روی فیزیولوژیک است، نرمال است، مشکل وجود نم به وجود نمیاره، دوباره موی دیگه میایه. اما غذا بسیار مهم است که باید از تغذیه و همچنان شستشوی موی. به نظر شما چی فکر میکنین؟ هر روز آدم بشوی موی خود؟ دکتر صاحب به نظر من یک روز باید باشه بهتر، به خاطر زی که تا جایی من میفهمم خود شامپو ها به خاطر مواد کیمیایی است باعث زی میشه که ریزش موی زیادتر شه. بله. اکثرا تماس گیرین دکتر صاحب. بله بفرمایید. بله. سلام برادر، اسمتان از کجا به تماس شده؟ سید حمید هستم از ولایت میدان وردک. خوش آمدین برادر عزیز، بفرمایید سوالتان رو بپرسید از دکتر صاحب. صدای ما را دارین، بفرمایید. راجع به باری هم زیست سوال داشتم که همین کسایی که موی مصنوعی میشونه به چی میده، چی مدت در همین موی دوام مونه یا چی قدر همین ثابت مو مونه که همین باقی بو مونه همین موی در موی سر و همین کسایی که موی میمونه بعضی ها موی دراز میمونه خودم در مردا، آیا هیچ قدر انرژی ضرورت داره نداره
بعضی هم میگم موی زیاد نمانید که چشم ما ضعیف میشه. راجع درباره هم یک دو سال معلومات میخواستم از دکتر ساک. درست است برادر عزیز، شما برنامه را بیننده باشین، در بخش بعدی برنامه دکتر ساک باز به سوالتان پاسخ میده. تشکر. تشکر از شما هم، وقتتان خوش. شستشوی موی یکی از فاکتورهای بسیار زیاد مهم است در حفظ صحه موی. کسایی که جل موی استفاده میکنن اینا باید است که از شامپوهای دیلی که در پوش شامپوها دیلی نشته باشه یا روزانه استفاده شود نشته باشه دیلی. از اون شامپوها اگه استفاده کنن بهتر است. ولی که شامپوهایی که یک تا شامپوهایی است که هفته دو دفعه نشته از پوش سرش یا هفته یک دفعه نشته است، اگه از اونا هر روز استفاده کنن یقینا که میایشان نازک میسازه و میایشان ریزش میمونه. همچنان بعضی کسا عادت داره که در آب گرم بسیار زیاد میشه که خودش داغ اکثرا فکر میکنن که آب داغ باشه شاید میما زیاد پاک شود، در حالی که این باعث از این میشه که امو فولیکول موی از بین ببره و موی شکنده بکنه و موی حتی چی کنه ریزش بده، ریزش موی برش پیدا شه. ولی کسایی که در گرد و غبار زندگی میکنن در زندگی شهری مثل ما اگر یک روز باد بوشم یا خدا بهتر است، ولی با آب شیرگرم و شامپوی مناسب. و همچنان اینا باید است که احساس کنند که مویشان خشک است، مویشان چرب است. بله. که چربی هم یکی از فاکتورهای ازی است که میتونه که ریزش موی پیش از خاص بیاره. دکتر صاحب در رابطه با این بگوین که خب فعلا تماس داریم، اگر تماس هم میگیریم که از بدن سوال کنیم. تماس قطع شد. خب دکتر صاحب در رابطه با این بگوین که خود استرس و تشویش چقدر میتونه رول داشته باشه بالای موی روی و یا هم ریزش موی؟ بعضی از افراد هستن میگه که زمانی که ما استرس به شما پیدا میشه یا تشویش ما میکنیم بر ما ریزش موی پیدا میشه، موی ما میره. این مشکلات بله. استرس خودش یک بسیار زیاد یک حالتی است که در تمام ارگان ها تاثیر میکنه، تنها در موی نه، در جلد، در تمام ارگان ها. شما اگر استرس داشته باشین اشتهایتون خراب میشه، شما اگر استرس داشته باشین خوابتون خراب میشه. بله. شما اگر استرس داشته باشین عمر روند نرمال زندگیتون از دست میره. دقیقاً دکتر، خود استرس باعث هزار مشکل پیش بله. میاد میشه. وقتی که شد خوراک کم شد، غذا درست گرفته نشد و خواب خراب شد. بله. بنان خود استرس هم یکی از زمینه ساز است برای ریزش موی که بسیار زیاد مهم است. اگر اشخاص که استرس ندارن همیشه مویشان حفظ صحیش خوب باشه، هیچ وقت به ریزش موی چی نمیشن، مواجه نمیشن، دچار نمیشن. ولی که استرس یکی از فاکتورهای بسیار زیاد جدی است که موی از بین میبره و موی ریزش میتونه و حتی سبب تاسی در نزد هم خانم و هم مرد شده میتونه. بله. خب دکتر صاحب، در بعض از مردها هستن که موی روی مثلا پیشان پیدا میشه که مثلا یک قسمت سرشان مکمل مثلا بخی مویشان از بین میره. بله، این اندروژنیک پاتینگ ساین میگن یا تیپ موی روی مردانه. بله. که اکثرا از باعث یک هورمون از تستوسترون که این به وقتی که در جلد سر میه این امرای انزایم 5 الفا ریدکتاز تعامل میکنه. و بله بفرمایید. هلو، صدای ما را دارین؟ بفرمایید. بله. سلام علیکم. بله. تماس به نظرم قطع شد. خب. امی تستوسترونی که در جلد میاد این به گفتیم برای انزایم 5 الفا ریدکتاز که یک انزایم دیگه است امراض تعامل میکنه و دی هایدرو تستوسترون میسازه که این چی میکنه؟ مویای ترمینال یا همون مویایی که در سر بسیار زیاد مقام است این شکلش تغییر میتونه با وایلس، یعنی مویی که بدون ساقه که در قسمت های دست و در قسمت های ران و در قسمت های دیگه های عضویت آدم میباشن به این شکل چی میکنه؟ تغییر شکل میده. وقتی که تغییر شکل داد این خود به خود دیگه ریزش میکنه میره و این را یک تیپ مردانه میگن، اکثرا در خانم ها دیده میشه که این یک شکل تعادل هورمونی است که اکثرا جلد از این اشخاص چرب نمیباشه، اینا همیشه اکنی یا مو چی میداشته باشن، بخارای کلان کلان در جلد خود. و اگر خانم ها باشن باز اینا اگر موی سرشان میره در یک قسمت هایشان به نام هرشیتیزم مویای اضافه به وجود میره که باعث تاسی در مردا اکثر میشه. ولی اکثر کسا شاید این سوال پیش شوه که چرا پیش روی موی میره ولی چرا در قسمت های سر گوش و پشت سر موی نمیره؟ این است که دلیلش که مویایی که در قسمت پیش روی است این به موی برمون اساس است.
بله. و این تحت تاثیر همی هورمون میره، قسمت‌های پیشانی، قسمت‌های پیشروی موی، بله. قسمت‌ها میره، ولی که قسمت سر گوش و پشت سر خلف سر اینا به این هورمون اساس نیستن، بنابراین این موی ها میمونه و موی پیشروی میره که این از نظر جلدی این یک مرض نیست و این یک شکل فیزیولوژیک است و امروز زیره به نام یک حالت نرمال در شخصا اشخاص تلقی میکنن و این قابل تداویش هم یگانه تداویش هم کشت موی است که امروز خوشبختانه میشه که کشت کنن موی خود و بسیاری کسا این کار کردن و بسیار خوب نتیجه هم گرفتن. تماس داریم. بله بفرمایید. بله صدای ما را دارین، بفرمایید. بله سلام برادر، اسمتان از کجا به تماس شدین؟ بفرمایید سوالتان رو بپرسیم. میرویس جان بفرمایید سوالتانه. صدای ما رو دارین؟ خب به نظرم دوست ما نمیشه، تماس قطع شد. دوستای عزیز، قسمی که ما در برنامه‌های قبلی هم میگیم، زمانی که تماس میگیرین کوشش بکنین که موقع درست انتخاب بکنین تا اینکه صداتون به درستی بر ما وصل شه و باعث ضایع وقت ما نشه و همچنان که دوستای دیگه ما هم میخواین که تماس بگیرن و سوالاتشون رو بپرسن و کوشش بکنین زمانی که تماس گرفتین موقع درست اختیار بکنین. خب دکتر صاحب در مورد خود می صحبتتون مثلا صحبت ما سر تیپ مردونه میرفت، ی اکثرا اینا گفتیم به حساب مرض تلقی نمیکنن، یک حالت فیزیولوژیک است و اکثرا در بسیاری مردا دیده میشه، ولی در خانما قسمت باز پیشروی موی نمیره، در قسمت سر یا قسمت مرکزی سر لج میشه و اینا خانما اکثرا در دهه دوم و سوم زندگی خود میباشن و اینا رو گفتیم یعنی که زمانی که سنشون بالا شده میاد، بله دهه دوم و سوم اکثرا هورمونا زیادتر این هورمونای که اندروژن است سپیشان زیاد فعال میشه. وقتی که فعال شد اینا به این رقم موی روی یا ریزش موی هم چی میشن؟ مواجه میشن. اینا گفتیم که در قسمت های دیگه خود وجود خود بازم این هورمون میشه که مثل مردا وارد در قسمت روی خود زیاد موی داشته باشن، در قسمت های دیگه وجود خود تا قسمت های سر سیدیه اینا به نام استتیزم همچنان کلترومیگالی هم پیش از اینا میباشه، ولیکن از نظر قاعدگی و از نظر مریضی موانع مارا هیچ اصلا تغییرات در اینا با وجود نمیه. بله. خب دکتر صاحب بعض از در رابطه به هورمون ها گفتین که آیا تعمیر تغییرات هورمون ها مثلا در خانم ها در زمان پیریودشان باعث از این میشه که پیششون مثلا موهای اضافی در قسمت های صورتشان پیدا شوه و یا هم موی روی و یا هم ریزش موی برشان پیدا شوه، تغییرات هورمون چقدر میتونه که رول داشته باشه در ریزش موی و خودمون؟ یکی از فاکتورهای بسیار زیاد مهم که بیشتر ما شما یاد کردیم که خانم ها اکثرا هر ماه تعادل هورمونی پیش از نوبت وجود میه وجود میه و اینا اکثرا هم میتونه که استرس برایشون پیدا شود در این وقت، هم میتونه باز تغییرات دیگه به وجودشان بیاید که اکثر فامیلا کم حوصلگی، کم خوابی، خوراک کم، این هم بی‌اشتهایی، این هم خودش زمینه رو مساعد میسازه برای از اینکه چی کنه؟ مویه ببرن. و دیگه این که در این وقت اندروژن ها یا استروژن زیاد ترشح میشه، وقت ترشح شد این هم باعث از این میشه که موی روی را به وجود بیاره. بنابراین در این وقت وقایش بهترین چیزی است که هم افضل سهی موی خود در این وقت خوب نگاه کنند، مراعات کنند و هم غذای خود خوب بسازند، دوچند بسازند، از آهن استفاده کنند، از فولیک اسید استفاده کنند، از میوه‌جات اضافی استفاده کنند، این میشه که بعضی سبزیجات سبز استفاده کنند که در او آهن زیاد است، ولی در بازار در مارکت بعضی ویتامین ها است که یک مکمل غذایی است، ولی اکثر مکمل غذایی با دیگر تکلیف ها جور شده در مارکت آمده. اگر شکل تخصصیش ما حساب کنیم باید است که یک شخص مگنیزیم خوب بگیره که منرال است، آهن خوب بگیره، ویتامین های گروه بیره باید بگیره، باید یک مکمل بگیره و اگر نمیتونه گرفته از مکمل های غذایی که در بازار است، ویتامین ها است، مثلا ویتامین های گروه بی است، همچنان بی یک، بی شش، بی دوازده، منرال ها است، مانند مگنیزیم، زنک، آهن، اینا بسیار زیاد مهم است در وقتی گرفتن و در زمان دیگه هم اگر میخواهند کسی که میایشان زیاد شکننده است، میایشان میره در زمان قاعدگی، از این روش استفاده کنند بسیار خوب است. بسیار خوب. در رابطه به غذاها گفتین دکتر صاحب، خود غذاها البته میوه‌جات و سبزیجات چقدر میتونه نقش داشته باشه؟ بله غذاها هم
بعض غذاها بسیار خوب است و بعض غذاها میتونه که سبب ریزش موی شود، خصوصا شیرنی باب. بله. کسایی که شیرنی باب زیاد میگیرد چون انسولین ترشح میکنه زیاد و انسولین سبب از این میشه که زیاد در خون بلند بره. بنابراین خود انسولین هم یک هورمون است و میتونه دیگه هورمون ها هم که خود ترشح کنه و سبب ریزش موی شود. اما گرفتن میوه‌جات، سبزیجات و ترکاری و همچنان پروتئین باب، خصوصا حبوبات مثلا لوبیا، نخود، چیزایی که پروتئینی از غذای پروتئینی است، اینا رو میگیرن بسیار زیاد فایده داره و بسیار خوب است. و غذایی که میگیرن اینا باید از پروتئین داشته باشه. اگر میخوان موی خوب داشته باشن و اگر به ریزش موی زیاد مبتلا هستن، باید غذای خود تغییر بدن، هم در تعادل غذای خود که هم یعنی یک دفعه ما شما هستیم که اکثرا برنج زیاد میخوریم، کل از کربوهیدرات است. اما ما از حبوبات باید زیاد استفاده کنیم، از میوه‌جات استفاده کنیم، ترکاری استفاده کنیم. این بسیار زیاد فایده داره برای میوه ما. درست است. تشکر دکتر صاحب. خب دوستای عزیز، حالا هم وقفه داریم، بعد از وقفه ما را همراهی کنید. دوباره برگشتیم عزیزان. سپاس از تمامی شما خوبان که تا این دم برنامه را تعقیب و تماشا کردین و موضوع برنامه در رابطه با ریزش موی بود که دکتر صاحب هم روش بحث کرد. و شما عزیزان هم میتونید تماس بگیرید و برنامه را از طریق فیسبوک لایف بینیده باشین که کامنت بگذارین سوالاتی که در رابطه با موضوع برنامه ما و همچنان شماره تماس برنامه ما هست 0779-127-127. زمانی که تماس میگیرید دوستای عزیز گوش بکنید، موقع درست اختیار بکنید تا اینکه صدای شما عزیزان به درستی بر ما وصل شه و ما بتونیم که با بسیار خوبی سوال شما عزیزان ما بگیریم. خب دکتر صاحب، در رابطه با این بگوین که خود ریزش موی یا میموی روی میتونه که ارثی باشه؟ خب خود امراض موی میتونه ارثی باشه، یکی از مل پتن گفتیم پیشتر مسائل ژنتیک درش رول داره. اما ریزش موی اکثرا کسبی است، اکثرا کسبی میباشه، یعنی از موی آدم کسب میکنه، ولی یک تعداد مسائل ژنتیک هم هست، ژنتیک میباشه، ارثی رول داره، میتونه که ارثی باشه. ولی امروز این مسائل تمام شکشت موی از بین برد، یعنی کسایی که به می شکل ارثی مویاشان میره ریزش میکنن، میتونن کشت کنن، میتونن که از باز دوایی که امروز در بازار از بسیار زیاد دوایی مدرن، دوایی خوب، دوایی کم، میتونن که از این ریزش موی جلوگیری کنن و تا ارثیت هم سوال ببره. و دیگه یک موی روی دیگه که به شکل بیضوی یا به شکل دایروی در سر در یک قسمت پیدا میشه یا در چندین قسمت پیدا میشه که به نام الوپیشیا یا ریتیو میگن، این هم دست باز اشخاص به وجود میاد. بله. که اکثرا استرس زیاد رول دارد این. بله. و هایپرتایرویدیزم یا هایپرتایرویدیزم و همچنان یک نوع کمخونی است به نام پرنیشیوس آنمیا که هم یک رول داره و این اکثرا در نزد مردان در قسمت ریش یا برود و همچنان در قسمت سر در خانمان به وجود میاد. این اکثرا در مویایی که زیاد چرب باشه، یکی از امراض موی است. بله، چربی موی خودش و امراض فنگسی ویتیلیگو. بله. که امو پیس که میگن در قسمت های سر اگر به وجود بیاد، این هم میتونه که یکی از اشکال موی روی باشه. ولی خوشبختانه این کلش تداوی داره، تداوی میشه اکثرا به صورت بنفسی، در صورتی که در دهه اول دوم زندگی. بله. یعنی در سن جوانی به وجود میاد، به صورت بنفسی یا خود به خود تداوی میشه، خوب میشه. بله. و اگر خود به خود تداوی نشه، دکتر صاحب میتونن پیش دکتر صاحب مراجعه کنن، تداوی میشه و همچنان موی امو رقم سابق که هست اکثرا تشویش میکنن، پیش ما میان میگه بازم موی امو رقم سابق میپرد. بله، امو رقم سابق مویی که بله. سابق داشتن به امور رقم به وجود میاد. دکتر صاحب، پیش بعض از افراد میبینیم مثلا در خانوما نمی قسمت مویشان به شکل تاپه تاپه مویشان میره، یا مثلا در پیش آقایان در قسمت ریششان بسیار به شکل تاپه تاپه مثلا مویشان میره. یعنی بله. هیچ مشکل میتونه باشه؟ یعنی پیش ریتیاستا که گفتیم که یکی از امراض موی است که اکثرا در نزد مردها یا نزد خانمان به وجود میاد. بله. قسمت های مختلف عضویت میتونه به وجود بیاد، که اینو گفتیم که یکی از استرس بسیار زیاد مهم است، این رول داره، هایپرتایرویدیزم، هایپرتایرویدیزم و همچنان ویتیلیگو و پرنیش آنمیا، کمبود آهن هم در این زیاد رول داره. و این خودش گفتیم که قابل تداوی است و از نظر دوایی هم میتونه تداوی شه و همچنان به صورت بنفسی هم خود به خود هم میشه که
تداوی شود. و گرفتن ویتامین و غذای خوب، پروتئین خوب برای عزت موی روی ها بسیار زیاد رول مهمتر داره که باید از تغذیه خود و حفظ صحی خود باید منظم بسازن در غیر سیجو. بله دکتر صاحب. دکتر صاحب یک سوال پیش خودم هم خلق شد و بعض از دوستان می سوال شاید داشته باشن و دارن که مثلا می بعض وقتا موی روی که زیاد باشه آیا میتونه این علائم سرطان باشه؟ اکثرا هم خود سرطان سبب موی روی میشه و هم تداوی سرطان سبب موی روی میشه. ولی مهمی است که چه رقم سرطان باشه. سرطان در کجا با وجود میره؟ سرطان های پوست اگر باشه در قسمت سر باشه یقینا این میتونه که سبب موی روی شه. همچنان پیسیریوز یک نوع مرض دیگه جلدی است میتونه که سبب موی روی در قسمت سر شوه. و همچنان یک مرض دیگه به نام تینیا کاپوتیس است که هم میتونه سبب موی روی شوه که هم یک قسمت مویه و یک تمام مویه میتونه ببره. و یک مرض دیگه به نام اگزیما هست یه هم میتونه سبب موی روی شده ناحیه. ولی اکثرا سرطان ها باعث از این میشه که مقاومت عضویت پایان میشه. وقتی که مقاومت عضویت پایان شد خود به خود ریزش میکنه موی و همچنان گرفتن دواهایش مانند کیموتراپی و نگه دواهایی که هست اینا هم سبب از این میشه که موی کاملا ریزش کنه و کاملا بره. دکتر صاحب بعض از افراد هستن که مثلا هیچ مثلا مویشان نمیره، ریزش موی نداره، ناگهانی یک بارگی مثلا موی روی پیشان بوجود، علت ناگهانی موی روی چی است؟ بعض موی روی ها اعراض علائم که داره که مثلا موی میره بعض عوامل جسمی داشته میداشته مثلا یک مشکل در یک جای نگه میباشه ولیکن موی میره. مانند پیشتر شما سرطان ها را گفتیم مثلا بعض امراض دیگه مثلا هایپوتایرویدیسم، هایپرتایرویدیسم یا مثلا حاملگی یا مثلا قاعدگی یا مثلا باز امراض دیگه است که تعادل هورمونی را در وضعیت به وجود میاره یا گرفتن باز دواها مثلا خود گرفتن ضد حاملگی یا استروئید به صورت دوامدار یک دوار یک کس میگیره بعد از قطع میکنه دفعتن سبب موی روی شدید میشه پیش خونریزی های حاد یک کس خونریزی زیاد خون خود ضایع میکنه زن از هم ریزش پیدا میشه یک کس که عملیات جراحی میکنه بعد از عملیات جراحی پیش از نام موی روی پیدا شد. بله دوست تماس داریم. بله بفرمایید. بله بله صدای ما را دارین بفرمایید. برادر عزیز صدای ما را دارین بفرمایید. اسمتان از کجا به تماس شدین سوالتان بپرسین. آها خب تماس قطع شد. دوستای عزیز زمانی که تماس میگیرین ما همیشه در برنامه‌های خود یادآوری میکنیم که شما موقع درست انتخاب بکنین و تا اینکه صدای شما زن به درستی بر ما وصل شد چون که دوستای زیادی هستن که میخوان در برنامه تماس بگیرن و سوالات تیپی دارن که به اونا هم ما بتونیم وقت بگذاریم و اونا هم بتونن در برنامه تماس بگیرن. عملیات جراحی میتونه که سبب موی روی شه و همچنان کسایی که از طریق فهمی گرفتن نمیتونن غذا رو مانند سرطان های مری دارن یا دیگه مشکلات دارن که در بستر هستن محکوم هستن و اینا همیشه از طریق وریدی یا از طریق رگ دوا میگیرن اینا هم سبب از این میشه که ریزش موی برشون به وجود بیاد. بنابراین عوامل یک عوامل نمیتونه که سبب ریزش موی بشه، چندین عوامل دست به دست هم میده تا اینکه نزد شخص یک ریزش موی پیدا میشه و مویاشون میریزه و برشان نگرانی پیدا میشه. خصوصا دکتر صاحب از دختر خانم های همین کمه که مویشان رفت بسیار تشویش میکنه که باز دوباره این تشویش باز موی رویشان زیاد میشه. اکثر خانم ها که از اتوی موی استفاده میکنن باید بگویم که دکتر صاحب این موضوع رو میخواستم من خودم هم اشاره کنم شما خوب شد گفتید اتوی موی گرمی موی گرم شدن موی یا موی خشکان اکثرا سبب ریزش موی میشه. خصوصا وقتی که خانم ها سر خود نفتن امام میکنن میشورن و قبل از اینکه خوش شایی را میپیچانن نمیمانند که اکسیژن بگیره درست، مواد غذایی بگیره درست. بله. و اکثرا باز اندامو حالت تری از چی پیدا استفاده میکنن؟ از موی خشکان. از موی خشکان یا از اتوی موی؟ از اتوی موی وزایل دیگه استفاده میکنن. اینا هم سبب از این میشه که در نزد خانم ها ریزش موی به وجود بیاره. ریزش موی به وجود بیاره. و دیگه ای که رای وقایع زیاد است اکثرا ما مایت است که جریان خون در سر خود زیاد بسازیم. بله. به هر شکل دکتر صاحب خب در رابطه با تداویش صحبت کنیم که باز بعد از این سوالی که شما پاسخ میدین به سوالات دوستایی که تماس گرفتن و کامنت گذاشتن درست باز پاسخ رای کنیم. بله چگونه تداوی کنیم؟ بله راه های زیاد تداوی وجود داره. اگر
ما بتانیم که یک تداوی خانگی را پیش خود ترسیم کنیم. همین مسائل گفتیم که مثلا اگر دوایی میگیرن، ضد حاملگی میگیرن یا اونا را باید از قطع کنن، بعد از اون رویشان خلاص میشه. ولی شستشوی موی اولش مسئله شستشوی موی بود که باید ما وقایه کنیم، از شامپو استفاده کنیم که به موی ما حالت میده و موی ما میفهمیم که امراش راحت است. و در پشت شامپو هر شامپو نشته است که برای موی خشک، برای موی چرب، برای موی نرمال و همچنان باز شامپوی طبیعی است. خاصیت موی خودی است. موی خودی است. مویشون چگونه خاصیت دارن استفاده کنن؟ دیگه اینکه شستشوی موی امراه آب داغ نباشه. بله. تغذی خود خوب بسازه. درست است. آهن در نزد خانما خصوصا در وقت پیریود خود بگیرن، ریزش مویشان کاملا خوب میشه. بله. همیشه هر روز مساج بدن مویای خود. تا اینکه پوست سر خوب درست خون درست برسه و مواد غذایی درست برسه، اکسیژن برسه و بالاخره سبب از این نشنگ موی روی با وجود بیاید. دیگه اینکه موی خود شخ بسته نکنن خانم ها خصوصا کمک خصوص بسته کنن و اگر بسته میکنن که موی خود بسیار هم تو محکم بسته میکنن. بله. که باعث از این میشه که پیش موی روی با وجود بیاید. پیش موی روی با وجود بیاید. بله. یک رقم به نام سیلیکان میگن، یک چیزی که موی رو بسته میشه، او الاستیک است و او میتونه که جریان یعنی تامین کنه و اگر از لاستیکایی که سیلیکان داره از او استفاده کنن بسیار خوب است. دیگه اینکه وقتی که میشوند میای خود خوش کنند، شانه نکنند در وقت. بله. و دیگه راه های از این است، اگر که باز بسیار زیاد است، باز تداوی تخصصی کار داره، تداوی کار داره، پیش دکتر باید برن، باید پیش دکتر مراجعه کنند قبل از اینکه میایشان کاملا دیگه ریزش کرده باشه. بله. و در وقت جلوگیری باز نمیشه، مشکل است. یعنی سر وقتش از اول میتونند پیش دکتر مراجعه کنند و تداوی دوایی خود بگیرن، تداوی غذاییشون پیش خودشان سلسله موی خود چگونه بعد ریزش موی کاملا برطرف میشه. بله. خب دکتر صاحب، حالا هم در این قسمت برای دوستای ما وقت میمونیم که اونایی که تماس گرفته بودن و پیام گذاشته بودن. بله. که دوست ما تماس گرفتن و گفتن که یک قسمت سر من یعنی کاملا مویش از بین رفته. بله. یک قسمتش موی داره، تداوی داره، چی مشکل است؟ اگر امی پیشتر که ما موضوع الوپیشیا ایریدیا را تشریح کردیم، گفتیم اشاره کردیم، اگر همت یک مشکل باشه حتما تداوی داره، هیچ مشکل نیست، پیش دکتر صاحبای جلدی مراجعه کنن، اما تغذیه خود خوب بسازن، پروتئین کافی بگیرن، افزالسه موی خود درست کنن و انشالله که مویشان خوب میشه. ولی باز تداوی های تخصصی است که ضرورت داره به دوا، که آدم از رای تلویزیون نمیتونه که باید به یک شخص توصیه کنه آدم که باید بگیره دوا. ولی تداوی داره، 100% تداوی داره و امروز خوشبختانه بسیار روش های خوب به تداوی می آمده. بله. مانند میزوتراپی، پی آر پی که یکی از شکل های بسیار بدون عوارض و سیف و بسیار جد نتیجه که 100% می تن از این طریقه. بله. استفاده کنند بسیار استفاده کنند. بله. دوست دیگه ما تماس گرفته بودن، حامد جان، گفتند که موی مصنوعی که کسایی که مثلا موی مصنوعی کشت می کنند یا مطلبشون از مو کشت موی بود. بله. که تا چی زمان میتونه که باشه مثلا موی تا چی وقت یعنی به شکل کدام وقت معین داره دکتر صاحب؟ بله. که میتونه تا آخر باشه این کشت موی خود یک تداوی کسموتیک یا تداوی زیبایی است. بله. که امروز بسیار رایج شده در تمام شده. دنیا و بسیار خوب نتیجه هم داده و کسایی که کشت کردن میای خود ما که در جریان هستم بسیار زیاد خوب نتیجه گرفتن و این دائمی است، هیچ وقت نمیره، مثل موی نرمال رشد میکنه، دراز میشه، میتونن به سلمان برن و قیچی کنن، کم کنن. آه. و دیگه اگر بله. ولی اگر در بعضی کسا بسیار نادرن 1% 2% است که نتیجه نداده. با مزرد بعض از دوستای ما هستن میگه که زمانی که سر خود بشوین یا زیر شاور بگیرن اون مویایشان از بین میره. نه مویای که خشت کردن. اینال یک میتونه قسمان باشه. نه. یا نه؟ ما برتون تو بگویم نه سوال جوابتان جواب سوالتان که یا برای یک تعداد اشخاص کشت موی نتیجه نمیده. نتیجه نمیده. بله. 1% یا 2% مردم است که نتیجه درست نمیده. ولی که اگر به مو شکل تخصصیش به مو شکل که ایجاب میکنه کشت شده هیچ وقت از بین نمیره. از بین نمیره. و موی مانند موی یعنی برای کسی که مسلکی است به شکل مسلکی. بله. یاد داره باید پیش او بله. پیش متخصص اگر برن کشت درست شده و به شکل تخصصی کشت شده هیچ وقت موی این موی دیگه مثل موی عمو
نرمال بزرگ میشه، کلان میشه و رشد میکنه و میتونم گفتم پیش سلمان برن خیجی کنن، کم کنن، هیچ مشکل نداره. بله دکتر صاحب، دوست عزیز قسم دکتر صاحب گفت موی مصنوعی که شما کشت میکنین بسیار خوب میتونه که مثلا رشد کنه پیش شما و به شکل دائمی هم میتونه که باشه. خب یک دوست ما مژگان جان بر ما پیام گذاشتن و در رابطه با شوری سر گفتن که خود شوری سر چی است و چگونه ما میتونیم جلوگیری کنیم، هم راههای جلوگیری شه بده. اینا به نام درماتایتیس میگن یا سبوریک درماتایتیس میگن که یک مرض جلدی و یک مرض است که در قسمت موی به وجود میاد که سبوسکم برش عام میگن. سبوسکم اکثرا کسایی که میای پوست سرشون چرب است در نظر از اینا دیده میشه و این اکثرا اگر اینا زود نشوین مویای خود اینا سبب از این میشه که مویایشان ریزش کنه و بره و اینا میتونن تداوی شون توسط شامپو و دوا. یک روششی است که میتونن از شامپوهایی که زده شوره است در بازار استفاده کنن، این هم بهتر است. بدون معاینه دکتر میتونن بگیرن، بله مشکل نیست اگر خوب بودن، اگر نه که باز خوب نشدن، خوب نشدن باز میتونن پیش دکتر مراجعه کنن، ولی اینکه میتونن که باز روشهای دیگه که مثلا یک دو قاشق نمک در بین شامپوی خود پرتن هفته یک دفعه دو دفعه استفاده کنن، این هم یک روش خوب است و میتونه که شوری سر از بین ببره. و دکتر صاحب شما گفتین که امی پوست سرشون اگه چرب باشه، بعض از دوستای ما هستن پوست سرشون خشک هستن، مثلا امی خشک بودن پوست سر هم میتونه که شوری سر خشک بودن موی سر هم میتونه که سبب هم سبوریک درماتایتیس شوه و هم میتونه سبب ریزش موی شوه. کسایی که سرشان مویشان خشک است اینا کوشش کنن همیشه تنها قسمت بیرونی موی خود چرب نکنن. بله میتونن از روغنای زیتون، روغنای ناریال از اینا استفاده کنن و اینا میتونن که زمینه یا جلد سر خود ماساژ بدن و جلد سر خود چرب کنن. اکثرا دوستای ما مکنیدیم میگه چرب میکنیم، ولی چرب که میکنن خصوصا میایشان زیاد است، تنها همین قسمت بیرونی موی خود چرب میکنن و اینا اینا تزامت نمیتن خود قسمت پوست سر خود ماساژ خود ماساژ بدن چرب کنن و از شامپوهایی که برای جلدای چرب است از اونها استفاده کنن. نظر به جلدشون میشه، ولی که اگر باز خوب نشدن میشه پیش دکتر سایبای مراجعه کنن ببینن که مشکل اصلی چی است. بله و دوست دیگه ما هم کامنت مانده بودند گفتند که شکر داره و از انسولین استفاده میکنه، از تابلویدایی که به خاطر شکر استفاده میشه بله. از او استفاده میکنه و گفته که ریزش موی هم داره بله. شما پیشتر هم اشاره کردین بله. انسولین اگر بالا بره میشه که باعث ریزش موی شود. خود شکر خود دیابت یکی از فاکتورهایی است که یک شخص که وقت شکر داره بعض چیزها رو گرفتن نمیتونه بله. بعض غذاها رو گرفتن نمیتونه، پرهیز غذایی بسیار زیاد دوامدار کار داره و اینا بله. سبب از این میشه که مقاومتشان پایان بیاره و اینا مهم است که باید از چیزهای میوه های استفاده کنن که شکرشان ضرر نداره ولی که برای مقاومت وجودشان بسیار زیاد فایده داره بله. اینا میتونن از خستباب مثلا چهارمغز که مگنیزیم داره، زنگ داره، از این استفاده کنن بسیار خوب است برشان و همچنان از شامپو استفاده کنن و میشن که یک تداوی دوایی بر موی خود بگیرن مانند مونوکسیدیل یا دیگر دوا که خون جریان خون در قسمت موی یا در قسمت سر زیاد میکنه و از ریزش موی جلوگیری میکنه و غذای زیاد را به طرف موی میبره، جریان پیدا میکنه، خون زیاد به طرف موی میره و میتونه که از ریزش مویشان جلوگیری کنه. ولی انسولین هم یکی از فاکتورهایی است که بیشتر گفتیم که وقتی کسایی که تداوی انسولین میگیره یا مثلا غذای شیرین زیاد میگیره و او سبب از این میشه که انسولین زیاد در خون ترشح شوه، بدان این هم میتونه که سبب ریزش موی شوه. ولی ما در واقعیت که کس شکر داره باید است که مراقب موی خود زیاد باشه، مراقبت بکنه. بله خب بعض یک از دوستای دیگه ما هم سوال گذاشتن، پیام گذاشتن گفتن که رنگ موی چقدر میتونه که بالای مویای ما نقش داشته باشه و آیا میتونه که موی را بیره پیش یک فرد به وجود بیاره رنگای موی؟ اکثرا کسایی اساس نباشه و در رنگ موی اساسیت نداشته باشه اینا هیچ وقت نمیشه که به سبب ریزش موی شود رنگ موی. اکثر کسا از رنگ موی استفاده میکنه، ولی رنگ موی که یک کوالیتی خوب باشه، برند خوب باشه و اساسیت زا نباشه برشان هیچ وقت سبب از این نمیشه که موی رویره به وجود بره. ولی بعد باز اشخاصی که در موی قمال موی رنگ موی ببخشن حساسیت پیدا میکنه و اونا تا خارش های جلدی در قسمت های سرشان به وجود میاد، تا باعث امراض جلدی را به وجود میاره در قسمت سرشان، اینا میتونن که سبب ساز باشه برای از اینکه چی شد که موی ریزی سبب موی ریزی برشان پیدا شد.
بله دکتر صاحب، به یک سوال خودم دارم. می بعض از دواهای وجود داره به خاطر تقویم و یا مثلا به خاطر اینکه مویتان دراز شود، زیبا شود، بعض از تابلت ها هست یا بعض از دواهایی است که به خاطر موی استفاده میشه، در بازار فروخته میشه. این میتونه که مثلا نقش داشته باشه به خاطر موی ما، یا یکی از این استفاده کنند، یا خیر شما از نگاه تیپی میشه ببینید. ما پیشتر هم گفتیم که غذا بسیار زیاد مهم است و یک مکمل غذایی را اگر ما بخواهیم از توسط غذا بگیریم، باید از یک حجم بسیار زیاد غذا را صرف کنیم و بخوریم که مثلا روزانه به او من فکر می کنم که امکان پذیر باشه که خصوصا در یک مملکت که فقیر و بیچاره است و ما در افغانستان نمیتونیم. این بسیار مناسب است که ما از مکمل غذایی کمی ویتامین هایی که برای موی و برای جلد و یعنی به نام هیر اسکن چیزا جور شده این استفاده کنند بهتر است. به خاطر از اینکه در این بعض منرال ها و بعض ویتامین هایی که نظر به میلیگرام هایی که ضرورت به موی است یا ضرورت به جلد است تنظیم شده و اینا که اینا میگیرند فکر بکنند که همون غذا ها را گرفتند، ولی بسیار زیاد خوب است. اما باز هم کوالیتی خوب باشه، یک کمپانی خوب باشه، دوای خوب باشه، یعنی بدون مشوره دکتر میتونه از دوا استفاده کنه. اگر کدام ضرر کدام تکلیف سابقه کدام تکلیف مانند شکر نداشته باشند، فشار خون نداشته باشند، تکلیف های قلبی نداشته باشند یا دیگه امراض نداشته باشند، میتونن استفاده کنن روزانه یک دونه. یک تعداد دواها هست که در بازار به نام اوتیسی یاد میشه یا به نام از اینکه بدون نسخه دکتر فروخته میشه، از این دوا میتونن استفاده کنن. ولی که در صورتی که اگر باز دایی دواها میخواهند که بسیار تخصصی تر و خوبتر از پیش استفاده کنن، میتونن پیش متخصص جلدی مراجعه کنن و از نو مشوره بگیرن استفاده کنن، بازی بهتر و خوبتر میباشه برشان. دکتر صاحب بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. موضوع بسیار میکنم. خوبی را اشاره کردین و ما بحث بسیار خوبی داشتیم. تشکر بسیار زیاد از شما. امیدوار هستم که همتون صحتمند باشین و به خیر خوبی همگی از جنجالای کرونا و خیر سپری شو و به خیر خوبی از قرنطینه برایم که کلاگی دیگه بسیار زیاد بتنگ شدم. بله ممنون از دکتر صاحب. خب عزیزان در اخیر برنامه هستیم و سپاس از تمامی شما خوبان که تا این دم برنامه رو تعقیب و تماشا کردین و دوستای ما که تماس گرفته بودن، پیام گذاشته بودن و ممنون از شما هم و دکتر صاحب هم به سوال شما ایزان پاسخ داد. شما ایزان میتونین که برنامه ما رو تکرارش البته هم تماشا بکنین و از طریق کانال یوتیوب هم میتونین شما برنامه رو بیننده باشین و شما ایزایی که برنامه رو همین اکنون هم تماشا میکنین، اگر سوالاتی که در ذهن شما است و موضوعاتی که شما نمیدونین، موضوعات طبی البته، شما میتونین که در صفحه فیسبوک برنامه هم شما میتونین که پیام بگذارین و کامنت بگذارین به خاطر بهبودی و خوبی برنامه ما، پیشنهادات و نظریاتتان. خب عزیزان تا برنامه بعدی و یک روز بعدی شما عزیزان به خداوند مهربان مسپارم. البته یادتان نره که کرونا را جدی بگیرین، تا زمانی که کار ضروری و عاجل نداشته باشین از خانهایتان بیرون نشین و در خانه باشین تا اینکه به مرض کرونا مبتلا نشین. تا برنامه بعدی شما عزیزان به خداوند مهربان مسپارم. الله نگهدار همیتان. با بقیه برنامه های تلویزیون جهانی زن همراه باشین. بدرود. Thank you.